نن سبا د ایران د هیواد د مسؤلینو له لوري د اوبو موضوع ده چې راپورته شوې ده. زه غواړم چې په دې موضوع کې د اسلامي امارت هغه اصولي دریځ له تاسو سره شریک کړم او د دې سټیج له لارې یې له نړیوالو سره شریک کړو. در رابطه به حقابی ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فراه و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانیم. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا آن نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود. از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم. امارت اسلامی افغانستان طی 2 سال گذشته در راستای حل مشکلات که قابل کنترل و حل بوده اقدام نموده است، ولی مجبوریت های خارج از کنترل و توان که از ظرفیت های موجود بشری بالا است، یعنی ناشی از تغییرات اقلیم، باید درک گردد و حتما راه حل پیدا می شود.